هلو، چطورین؟ امیدوارم حالتون خوب باشه. حاجی والاک هستم و در این ویدیو قراره در رابطه با یکی از بهترین روش های فارم طلا صحبت کنیم که بهش بوست میگن. مسلما اسم بوست رو زیاد شنیدید و شنیدید که چطور دوستان ایرانیمون از بوست و با بوست کردن طلای زیادی در آوردن و به قول معروف یه 206 دارن تو گوشش. به هر حال اگر از این نوع ویدیو خوشتون میاد لایک و سابسکرایب بکنید و برای من کامنت بذارید اگر سوالی دارید. پس بدون معطلی میریم سراغ ویدیومون. اصلا بوست یعنی چی؟ چطور میشه بوست فروخت و بوست فروختن چیه؟ نگاه کنید، بوست فروختن در جهان وارکرافت و خیلی از بازی ها مثل دوتا به معنای کری یا کمک کردنه. شما در قبال طلا و گلدی که از توی بازی میگیرید از اون فرد خریدار به جاش خدماتی رو ارائه میدید در بازی که به اون فرد خریدار کمک کنید. در جهان وارکرافت بوست ها به چند نوع هن. بوست پی وی داریم که شامل رید و میثیک پلاس یا همون دنجن میشه. بوست لول اپ داریم که به فرد گشاد کمک میکنید لول اپ کنه. و بوست پی وی پی داریم. اینها رو بوست کردن میگن. در نتیجه اون فرد طلایی میده تا شما بتونید اون خدمات رو ارائه بدید. آیا اون فرد بازیش بده؟ شاید بازیش بد نیست، بلکه حوصله نداره. به هر حال در قبال خدماتی که انجام میدید طلایی رو دریافت میکنید. سرور وووزون قدیمی ترین سرور خاورمیانه با 12 سال سابقه کار. همین الان میتونید توی سایت وووزون.ir اکانت بسازید و وارد سرور وووزون بشید. متاسفانه بازی به سمت پاور لول رفته و همین باعث شکست ورلد آف وارکرافت شده. از نسخه بتل فور ازراس که کامیونیتی های بوست به بازی اضافه شد، دنیای وارکرافت رو، ترید چت رو، کیوی ها رو این کامیونیتی ها گرفتن. همه جا WTS می دیدید و باعث شد که بازی به سمت سقوط بره و تعداد آنلاین بازی بسیار بسیار کم بشه. خب این یکی از دلیلاش کامیونیتی های بوسته، چون خود بازی پلیر رو به این سوق داد که پلیرها برای آیتم لول بازی کنن، برای پاور لول و اون بازی اصلی کنار گذاشته بشه. حالا کاری با این قضیه نداریم، ولی بوست همیشه بوده. کامیونیتی و دلال نبوده، ولی بوست همیشه بوده از وقتی ورلد آف وارکرافت وجود داشته، چون بازی آنلاینه و در بازی های آنلاین پلیرها نیاز به خدمات دارن و همیشه میشه یک چیزی رو فروخت. ولی برای بوستر شدن به همین راحتی ها نیست که از خواب پاشیده بخواین بوستر بشید. برای بوستر شدن نیازمند یک سری چیز هاست که چطور میتونید بوستر بهتری بشید و چطور حتی میتونید بوستر بشید. و کسایی که دلشون هم میخواد بوستر بهتری بشن باید توجه کنن. مهمترین چیز در بوستینگ و بوستر بودن، همه فکر میکنن آیتمه، ولی اول آیتم نیست. مهمترین چیز در بوستر بودن و بوستر شدن دانش کلاس و دانش بازیه. یعنی چی؟ یعنی شما باید بلد باشید کلاستون. این از همه چیز مهمتره. نه اینکه بدونی شما رو یک بزنی آتیش پرت میکنه، بلکه بدونی این آتیش رو کی و چرا باید استفاده بکنی. تمام ریز کاری های کلاست رو باید بدونی که چطور ازش استفاده کنی. سرعت عمل بالا داشته باشی، از موبیلیتیاتون استفاده بتونید بکنید، از دفنس سیستم های کلاستون به موقع استفاده بکنید و همکاری داشته باشید با پلیر های دیگه. فقط به این نیست که آیتم داشته باشید، جدایی از دانش کلاس دانش بازی هم هست. این که شما در اون رید، در اون دانجن، در اون مپ آرنا باید چی کار کنید، چه تکتیک و استراتژی رو انجام بدید، چه تعداد دشمن رو همزمان بزنید،
کی از ابیلیتی هاتون استفاده بکنید. آیا این باس لازمه ابیلیتی قدرت من بزنی یا لازم نیست؟ دانش خیلی مهمه و مخصوصا اوایل نسخه ها که میاد، دلیل کمبود دانش که مردم از دانجن و رید و سرزمین ها دانش کم دارن باعث میشه که شما بتونید اگر زود دانش بازیتون رو بیارید بالا، بتونید اون دانجن رو چیره بشید و سریعتر بتونید بوست بفروشید. دانش کلاس هم خیلی مهمه، اینکه شما یک کلاس خوب بشناسید، به موقع تانک کنید، به موقع هیل بدید، یا اینکه به موقع کولدم بزنید و بهترین خودتون در اون کلاس باشید. اینکه شما بلد باشید با بهترین اسپک کلاستون بازی کنید. مثلا وارلاک دمولوژی خیلی قویه، مثلا در رید اگر شما یک بوستری نمیتونی بگی که من دلم میخواد دیستراکشن یا افلکشن باشم، شما باید دمولوژی باشی چون دمولوژی بهترینه. این کاریه که شما باید به عنوان بوستر بکنید، چون در قبال خدمات طلا میگیرید. مواد مصرفی کانزومبل و فود و فلسک و انچنت و خلاص تمام ایناتون هم باید آماده باشه. همچنین آیتم های کامل رو باید داشته باشید. شما باید اول خودتون در واقع ببخشید. در واقع میگه من خودم گوی هستم، بعد میتونم کاریم کنم. شما در واقع با خودتون زورتون برسه. شما باید بتونید تحمل داشته باشید، قوی باشید تا بتونید دست یک بچه ترم بگیرید، کوچیکترم بگیرید. خیلی ساده است. اگر تو نتونی به مقدار زیادی هیل دمیج بدی یا سفت باشی، چطور میتونی یک نفر دیگه که قرار بیاد اونجا وایس رو نگاه کنه رو هندل کنی؟ 4 نفره وارد دانجنید و یک نفر در حال کمک کردنید، پس این کمکه نیازمند دمیج و هیل و داستان مضاعفه، همچنین در رید، همچنین در رینا. شما باید آیتم هاشو داشته باشید. بهترین ترینکت، بهترین ویپن، BIS، best in slot، 4 set، لجندری و چیزهایی که لازمه. بدون اینا به فکر بوست کردن هم نباشید. بدون BIS به فکرش هم نباش. داشتن رفیق و روابط در بازی، اینکه دوستتون بهتون میگه مشتری پیدا کرده فوق‌العاده است. اینکه با گیلدهای دوست بشید، گیلدهای ایرانی هم ماشاءالله زیادن، که تو گیلدهاشون برید و بتونید اونجا بوستر بشید، این عالیه. بتونید خودتون رو ثابت کنید و به اندازه کافی بازی رو بلد باشید، اونجا بتونید بازی کنید، مشتری بیارن و باهاشون پلی بدید. میدونید که با گیلد فروختن هیچ اشکالی نداره، ولی با کامیونیتی اشکال داره و شما نمیتونید. در رابطه با فروش و بند شدن کامیونیتی هم یک لینک پایین صفحه است، میتونید ببینید اگر اطلاعات ندارید. خلاصه بوست فروختن کار آسونی نیست. وقت میخواد، آیتم میخواد، دانش میخواد، دانش بازی، دانش کلاس و همچنین روابط و دوستان جدایی از تمام چیزها، اینی که شما باید وقتش هم داشته باشید. خلاصه کار سختیه. آیا تو بوستری؟ اگر بوستری برای من کامنت بذاری. بوستر بهتر شدن چه چیزی میخواد؟ به من و بقیه بگو، شاید من یه چیزی رو کم گفتم. بگو بوستر خوب بودن چه چیزی رو میخواد. مرسی که تماشا کردید منو و بدرود.